مردی با آرزوهای بزرگ و دست نیافتنی، طاهر بدخشی که بود؟ طاهر بدخشی که در سال 1978 میلادی در 46 سالگی در زندانی در کابل کشته شد، از رهبران عمدتاً چپگرای کمتر شناخته شده و دارای اندیشه های جنجالی افغانستان است. طاهر بدخشی در 8 عقرب یا آبان سال 1312 خورشیدی در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان به دنیا آمد و در اوایل عقرب سال 1358 در زندان پل چرخی کابل به قتل رسید. پدرش محمد زاکر در روزگار پادشاهی امان الله خان و سپس در دوران نادرخان روابط خوبی با دستگاه حاکم داشت و خود در بدخشان دارای نفوذ زیادی بود. بعدها به دلیل آنچه که نادیده گرفتن حقوق اقوام غیر پشتون دانسته شده، رابطه محمد زاکر با حکومت به سردی گرایید و او که در دوره‌هایی به عنوان نماینده بدخشان شناخته می‌شد، نوعی از ذلت اختیار کرد. مشغول زمینداری خود شد و از سیاست فاصله گرفت. طاهر بدخشی که پس از پایان آموزش‌های ابتدایی در بدخشان برای ادامه آموزش به کابل رفته بود، بعد از تلاش‌های زیادی توانست وارد لیسه حبیبیه شود. درخشش او به عنوان شاگرد ممتاز راه ورودش به دانشگاه کابل را باز کرد. در دانشگاه با مبارزانی آشنا شد که در پی آوردن تغییر در افغانستان بودند و با نظام شاهی سازگاری نداشتند. جدایی از حزب دموکراتیک خلق افغانستان. در سال 1343 خورشیدی در تشکیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان که نور محمد ترکی و ببرک کارمل رؤسای جمهوری چپگرای این کشور هم اعضای مؤسس آن بودند، نقش اصلی داشت. بعدها که آن حزب به دو پارچه پرچم و خلق تقسیم شد، بدخشی در جناح خلق قرار گرفت، اما به دلیل اختلاف نظرهایی که میان او و نور محمد ترکی و حفیظ الله امین پدید آمد، از عضویت حزب کنارگیری کرد. طرفداران او همچنین میگویند بدخشی مخالف وابستگی به شوروی بود و میخواست کشورش محل تلقی تمدن غربی و ممنوعیت شرقی باشد. اما جریان‌های چپ و راست با او در این زمینه‌ها نظر همسانی نداشتند. بدخشی از جریان چپ جدا شد و برای جلب طرفداران بیشتر تشکیلات تازه موسوم به محفل انتظار را تشکیل داد. ادعایی بدین باورند که طرفداران آقای بدخشی بعد از آنکه از همراهی او برای رو آوردن به مبارزه مسلحانه ناامید شدند، از وی فاصله گرفته و خود به چندین دسته تقسیم شدند که تشکیل سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان یا سازا و سازمان فدای زحمتکشان افغانستان سفزا نتیجه آن بود و جمعی هم دست از عضویت در هر دو سازمان شستند و گروهی از طرفدارانش هم به حزب دموکراتیک خلق پیوستند. اما مجید اسکندری بدین باور است که طاهر بدخشی خود بعد از محفل انتظار تشکیلات رسمی دیگری را ایجاد نکرده است. گفته شده یکی از دلایل جدایی او از نور محمد ترکی، تصمیم ترکی به آوردن حفیظ الله امین، دیگر رئیس جمهور دولت کمونیستی، در جمع تصمیم گیرندگان اصلی حزب بود. بعد از کشته شدن نور محمد ترکی، حفیظ الله امین به قدرت رسید و دشمن دیرین خود بدخشی را ابتدا به زندان افکند و ادعا می شود که بعداً به قتل رساند.
بدخشی مخالف سرسخت پیوستن حفیظ الله امین به حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. اندیشه ستم ملی از طاهر بدخشی اثری که بتوان بر اساس آن با تمامی ابعاد اندیشه هایش آشنا شد تا کنون در دسترس نیست، ولی گفته می شود که کار انتشار دست نوشته های او شامل خاطراتش زیر دست است. بشیر بغلانی از همرزمان آقای بدخشی که حالا در آلمان زندگی می کند و بی‌سی گفت طاهر بدخشی در مورد ریشه های اصلی مشکلاتی که جامعه با آن مواجه بود و می بایست علیه آن مبارزه کرد با رهبران خلق و پرچم اختلاف نظر شدید پیدا کرده بود. چون بدخشی معتقد بود که سلاطین و حکام قوم پشتون علیه دیگر اقوام ستم روا می دارند و در واقع آنچه جریان دارد یک ستم ملی است. اما تفاوت دیدگاه های او با دیگر رهبرانی که علیه نظام شاهی مبارزه می کردند به ستم ملی خلاصه نمی شد. با گفته مجید اسکندری، یکی دیگر از همرزمانش، بدخشی با دین اسلام مخالفتی نداشت. اسلام را به عنوان فرهنگ مسلط جامعه قبول کرده بود و خود مانند یک مسلمان مدام نماز ادا می کرد و طرفدار هدف قرار گرفتن دین اسلام در جریان مبارزه برای آوردن ترقی در کشورش نبود. به تازگی یک نوار صوتی در اینترنت پخش شد که پیروان بدخشی واقعی بودن آن را تایید کردند. بدخشی در این نوار صوتی به خویشاوندانش در بدخشان می گوید راهی را انتخاب کرده است که پایانش پیدا نیست. او می گوید برای نجات مردم و نجات وطنم از فقر و بدبختی و جهل و اسارت و مبارزه‌ای که پایانش درست معلوم نیست آغاز کردم و اکنون درست در نیمه راه آن قرار دارم. آقای بدخشی از تازه بودن راهی که در پیش گرفته سخن می گوید و مخاطبان خود را به فرا گرفتن تاریخ سرزمینشان فرا می خواند. او در ادامه این نوار می گوید یک نکته در طول تاریخ 300 ساله روشن شده که سر و کار داشتن با مردم و خدمت به مردم محور همه کارهای پدر و آبا و اجداد ما بوده است. اما امروز زمان و عصر تغییر کرده و آن ترتیب قومی و عنعنوی دیگر به درد قوم و مردم نمی خورد. راهی را که من شعوری انتخاب کردم، راهی نو و راه خدمت به همه طبقات زحمتکش و همه اقوام و ملیت‌های ستمکش و بالاخره بشریت منظور نظر است و این یک داعی بزرگ و یک آرزوی خوب اما دست نیافتنی معلوم می شود. در بخش دیگری از این پیام از اهمیت یک جا شدن عقل و خرد غربی با اخلاق و معنویت شرقی برای نجات جامعه سخن می گوید. با تکنولوژی بدون برخورداری از فرهنگ نمی توان به خوشبختی رسید. ما از طرفی ناگزیریم و تمدن زاده غرب رو بیاوریم و از طرف دیگر مکلف هستیم که فرهنگ خود را نگه بداریم. فرهنگ نو دوستی و انسان دوستی را. طرفداران طاهر بدخشی که مجید اسکندری مقیم بریتانیا یکی از آنان است می گویند بدخشی به این عقیده بود که به همه اقوام افغانستان باید امکان مشارکت در قدرت دولتی داده شود و همه باید به صورت برابر از امکان آموزش و کار برای پیشرفت جامعه برخوردار شوند. میراث طاهر بدخشی طاهر بدخشی مخالفان سرسختی هم داشته است. او و کسانی که پیروش بودند متهم به تجزیه طلبی، قومگرایی و ضدیت با پشتونها دانسته شدند. از سلیمان لایق از اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان
در جواب سوالی که در مورد دلایل ستمی نامیده شدن بدخشی و یارانش پرسیدند گفت: من نشنیدم که بدخشی حرفی از برتری جویی قومی زده باشد یا علیه پشتونها حرف غیر منصفانه ای گفته باشد. او یک بدخشانی بود، مصیبت مردم را در منطقه خود دیده بود و برای خوشبختیشان مبارزه کرد و در این راه جان داد. طرفدارانش می گویند طاهر بدخشی خواهان خود مختاری برای مناطق مختلف افغانستان بود و می خواست بخش های از این کشور که دارای ویژگی های فرهنگی و بومی متفاوتی هستند به صورت محلی اداره شوند.